پیروزی خدمت شما بینندگان عزیز لودیت. بابا یه دونه دیدی بابا، یا خدا یا خدا، این باخت رو قبول ندارم، واقعا این باخت رو قبول ندارم. دروازه‌بان اونطور رو برده بیرون، یاشاسی نشینه بار نزدی. رونالدو رونالدو گفتم به گل بزنه داره به من میشه. پاشو، چی شده؟ یک سال گرفتی خوابیدی؟ یک سال؟ بله، فیفا 25 اومده. پس برو بریم. رفقا خوش اومدین. بعد از مدت‌های مدیدم اون پیشوام، سالیان سالی که گذشته، ما خیلی دلمون تنگ شده بود بچه‌ها. واقعا یه عذرخواهی می‌کنیم بابت اینکه یکم کانال رو رها کرده بودیم به خاطر یه سری اتفاقاتی که افتاده بوده. یکمش یکم زیاده. فنجان میتونه براتون توضیح بده که چه اتفاقاتی افتاده بوده، ولی لازم نیست که اول از همه اینجا عمو میلاد رو داریم. بله، بعد از مدت‌های مدید عمو میلاد دوباره برگشته، چون مهمان 6 سال فیفایی ما همیشه و ما خیلی دوستش داریم. امیدوارم بچه‌ها هم خیلی دوستش داشته باشن. می‌خوایم ببینیم چی رو تست کنیم. فیفا 25 گفتیم که این بازگشتمون همراه بشه با فیفا 25. بله، که برای شما هم جذابیت بیشتری داشته باشه، برای ما هم که قطعا جذابیت داره. بله، همیشه همینطوری هم بوده. ما خیلی دوست داشتیم این بازی رو امتحان کنیم، چه بهتر که توی روزای اولش که داره میاد این کارو بکنیم. پس برو بریم. بله، برعکس بریم ببینیم اینجا این مد جدیدی که اضافه شده چه جوریه. آقا سهر اینجا یه لقمه گرفته بود، نگه داشته بود، می‌خواست به میلاد تعارف کنه، نخورد میلاد. نه من دوستم. پس ببینیم پروسه چه جوریه. سهر جان چیکار می‌خوای بکنی؟ از اونجایی که من توی فیفا 24 خوب بازی نکردم و این یک سال کلا در حال مرخصی بودیم، الان از منوی التیمیت به ما یکم توضیح بده که عمو میلاد چی شده. شاید باورت نشه ولی منو هم همونه و هیچ چیز جدیدی اضافه نشده، جز اینکه فقط راش اومده تو اینجا. پس دیگه چیکار کرد؟ چرا بازی جدید دادیم؟ خب یه بریم یه راشمون نشه. ببینیم میشه کاوش بده. دلیلش خیلی مشخصه دیگه. کمپانی سازنده این بازی اسمش EA Games. اینو هیچ وقت فراموش نکنیم که پول در رده اول مدیران در واقع اونجاست دیگه. الان اومدیم تو منوی راش، یه ایونت زده ایونت انزین 19 روز و 14 ساعت. انزینگ رو دوست داشتم. یعنی که الان ما باید بزنیم بریم یه تیم میتی پیدا بکنیم. من با کی دارم حرف میزنم؟ دوربین اینجاست. ببینید این وقتی که زمان خیلی میزد یه جای دوربین هم حتی فراموش بود. من این برای دارم نگاه میکنم. اوه حالا تازه هیچ چیه خاصی هم نیست، چیزی هم نیست اینجا، صرفا نمیدونم چیزی هم نیست. ما یعنی بودش به خود ما در طبق اخلاص میذاشتیم. خب الان اینجا چی شده؟ یه دونه زبدر بزن، یه دونه زبدر من میزنم، مثلث رو بزن، بعد مثلث رو میزنم، وای میستیم تا اینترنت بسیار زیبا. حتی اینترنت فقط به کنار، امروز چون بچه روز اول ما در واقع این تیک رو داریم جمعه شب میگیریم، امروز صبح برای بچه هایی که التیمیت ایدیشن FC 25 دارن باز شده و سرورها به شدت شلوغ، به شدت کند و اصلا یک طویله ایه. حتی سرور که نه، سیب زمینی. EA Games رو بچه همه باش آشنا هستیم. فیفا که حالا دهن پلیرهای ایرانی رو سرویس کرده به طرف اون همون جایی که خودتون میدونین بره ایشالله. ولی این که حالا EA هم ما رو تحریم کرده، این یه پروسه‌ایه، ما باید با DNS بازی کنیم، یه داستانیه. سرورها الان به خاطر اینکه این مود بازی الی اکسس حتما پره، پس بازم احتمال این هستش که دیگه این شلوغی‌ها ما رو اذیت بکنه. الان هر کس در واقع یک کارت از تیمش رو انتخاب میکنه و الان میره توی بازی و فقط اون کارت که انتخاب کرده. این انگاری پرو کلاب داری بازی می‌کنی. پرو کلاب آوردن توی التیمیت‌ها. ولی باحال. هدف چی بوده آخه؟ ولی باحال. الان اومدیم بالاخره بعد از مدت‌ها یه دونه مچ برام پیدا کرد اومدم بچه‌ها دیگه. بله التیمیت. چه خبره؟ واه. حتی اون تو دارن اسکی. بس. من می‌خوام ببینم. نه ما
لجبازی ما اسکیپ نمیکنیم. ما شاید فکر کنیم ما غرور داریم ولی این لجبازی. اونورا چارتای اینورا نشون داد بهمون یه نفری که اسکیپ نکرده ما بودیم. الان خوش خوار و مادر الان بس سری پا بزنی بری وسط زمین توپو بگیری. بودو بودو من بزن آقا گل برو بزن بهشون که بفهمن مربع هستی که آها یه نکته ای که هست توی این مود اینه که اصلا نه از سانتر استفاده اصلا من قصدم سانت نبود بخاطر اینکه دسته شما چیزه. خب الان توپو گرفتم من سریع بچه‌ها اینم بدونین که سهن الان با دسته مدل پسی داره بازی میکنه واسه همین الان گریش در میاد تا چند ثانیه دیگه و کاری هم دستش بر نمیاد. نصف پس نصف فیفا چون تکلم با مربع پس دیگه خیلی اوضاع خرابه. خیلی اوضاع روحیه ای خرابه. اصلا فکر کنم مثلا دایرت تک نمی کنه یک کار مربعته که تک می کنه. خدا انشالله او چطور گل نشد. زمین یکم زمین کوچیکیه. یکم که دیگه خیلی یه جاقا کوچیکیه. ولی دروازه سایزش استاندارد. آره آره. من بچه هایی که آلتیمیت بزنن این خوراک چیز ابجکتیو های اولوشن رو بخوام برنه. آها اینا رو من چون دیگه امسال بازی نکردم 24 الان همین بازیکنی که داری باش بازی میکنی جز اِوولوشن منه. اون کلیدی رو زودتر بگو نکات کلیدی از دانشگاهی فیفا آلتیمیت و میلاد جان با میلاد جان هستیم لطفا ایشون به ما بهترین نکات رو آره اصلا میلاد جان رو ما از در واقع ستات FC 25 رو بردیم بخش دانشجوییش که به دانشجوهای حالا مقیم مرکز آموزششو میده همونطور که داریم نمیبینیم در واقع ما این اوه بعد با دیپده چپ و راست و پایین همین میتونی به دوستات بگی مرسی ببخشید بدشانسی و و تمام گلبانگ پیروزی به صدا دارم اولین گل فیفا 25 اولین گل فیفا 25 ولی اگه ببینید این خوشحالی که الان کردم ز گل من نزده بودم وایسین ببینید گل بزنم چیکار بزنم چیکار کنم چرت و در میاره یا فاز. حالا اینجا ببینیم که بازیکنان تیم حریف که مشکی پوش هستن ولی دلشون سفیده آفساید نیست جعفرپور آفساید داره پس صدای عجیبی داره توی پس زمینه خونه میاد ببینید اونجا داره یخچال گاز فرعونو که در واقع در دوران مصر باستان این گاز اختراع شده بود اگه فکر کنیم فریونه سخت در اشتباه هستی. حالا اینجا ببینیم سنجا میخواد چیکار بکنه. سنجا یاد نره که پاست چه مدلیه گلت چجوریه. آخه اون چرا سانت کرد تو اونجا اصلا اونجا دوست داشته ببین تنها تو کارتو بکن گلتو بزن ببین تنها جایی که و سانت جوری که میشه سانت کرد الیک سانتره ببین اگه گل بشه ببین این گل بهش میگن چی آج آقا گل لاش خوری گل لاش خوری یعنی بوی زرش پلو داره میاد دروازه بان داد اون خط ها حالا نیدم گل واقعا فقط دیدم افتاد جلو پاش چرا این داره لج کرده ها راست این این چیزه دیگه این خودخواه نیستا نه یه موردی که هست تو اینجا یه سری میان اصلا پاس نمیدن خب واسه شون مهم نیست چرا این داره این کارو همکاری کنه تیمی چون دیوونه خب بچا این ببین این آدم ها در تمام بازی ها هستن و حتی تو خیابون هم میبینین یه سری ماشین هستن که برای تمام این گل من شما بود به به اینو هنو یادت مونده بعد یادتون باشه که تی همچنان برای ما جاویدانه این تمام این کاری که سهم با دستش کرد یعنی تمام دیگه صحبت نباشه حداقل به عنوان قاضی که اینجا حضور داره آیه صیادی میگن که این کارو بکنید پاسو بده بله برونه. عجب پاسی داد اون ربات این آره لفت داده عجب آدم بیشوریه گاون آدمای بیشور گاولی در واقع سنجان یاد گرفتم که آفساید. فقط آفساید و جعفرپور با هم دیگه مرتبطه تمام آفساید بعدی برادر آفساید همونطور که میبینید تمام اون آدمایی که دارن تشویق میکنن بذار این بوسش رو گذاشتش سنجاش مثل که بوس لقمه یه سهم خیلی معروف شده جدیدن این گل لگد مگس آفساید هم پر کردی ببینین بازنشستگی اینو بزنم به بوس لقمه ای داشتم فکر میکردم فلش پایین مثلا بزنم اینو یه مغازه نزنی به عنوان بوس لقمه ای آره هر کی میاد اونجا یه بوس لقمه ای میفروشیم مخصوصا خانمای عزیز
آقا تو این بازی نباید سانت بکشی. برای شما میدن مجانی. این بازی تازه اولشه ولی گیم پلی پسرونه اوکیه. گیم پلی تو الان بدی نداشته. گیم پلی فرق آنچنانی کرده. من به نظرم یکم پاهاشون بامزه تر می دوان شبیه مثلا یه موجود جدید. اینجوری پاس می. حتی ممکنه که گیم پلی مدراش با حالا جای دیگه‌اش باز. آره الان هم یکم زمین اگه به قول میلاد ولتا تبدیل شده باشه به راش، اگه توجه کنید توی ولتا کاملا ما فیفا استریت داشتیم دیگه، یعنی فیفا استریت قدیممون رو داشتیم. اینجا احتمالا همون پروسه رو یکم توی زمین بازتری خواهیم داشت. بهترین پاسا، بهترین پاسا رو با ما باشید همچنان. برای کلاچ وای وای دروازه‌بان از همه چیش مایه گذاشتش. اونجا حتی دیدیم زن و بچه دروازه‌بان اونجا تو تماشاگرها هستن و میگن ببین امشب شام قرمه سبزیه. حالا دروازه‌بان داره اونجا تلاش خودش رو میکنه. سهند صیادی یه پاس خوب بده. نه چند با نباید سانت کشی. نه نه یه مش لاشخور توی این بازی هستن و این گل کثیف احتمالا خدا رو شکر که یک چیز حتی یک ربات تونست این کار انجام بده. ببینیم چیکار میکنه. گل از خودگذشتگی، از خودگذشتگی، از خودگذشتگی که از خودگذشتی رو من میپذیرم. از خودگذشتگی باعث شد که ابجکتیو من انجام نشه، دست درد نکنه. سوتی های پشت سر هم یکی دیگه میزنن فقط به خاطر اینکه ابجکتیو بدن. ادبیات فارسی اینجا به کثافت کشیده شده. هیچ حساب صداش در نمیاد. آقای حکایتی این وضع فوتبال ماست. دقیقاً لای لای های هالای هالای هالای. خب حالا حالا اینو بزن فلش بالا رو بزن. نایس 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 میده، نایس میده. چون نمیگه حتی سهند نایس نمیده به کسی. سهند بله نمیده. اگه پایین رو بزنی با ببین این باز این مود تیم پلیر بودنه، همکاری تیمیه، نه اینکه هر کی از خوش بازی کنه. بله الان همه فقط هی میخوام پا بزنم بیان گل بزنم. بازی فوتبال برای اساس نیستش که باید تیمی بازی کنه. نه دیگه اینا نمیفهمن. اینا که هیچ وقت نمیفهمن که اینا هیچ وقت نمیفهمن. ببین 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 برای کی کشیدش؟ برای یک ای آی مثلا با دوستاتون اگه بازی کنید واقعا خیلی راحت‌تر و تیم بالانس منطقی تریه. آره مخصوصا چون چهار نفر هست احتمالا خیلی پروسه این که با دوستاتون بازی کنید لذت بخش‌تر باشه. بله اون ببینین چون حروم بود هنوز نشده، هنوز چیز نشده. نه فرو رفت. فوتبال 90 دقیقه است. این 6 دقیقه این لغت بچه‌ها، این لغت، این جمله کلیدی سهند سعیدی رو توجه کنین که فوتبال 90 دقیقه است. درسته که این بازی راش احتمالا 90 دقیقه این نیست. آقا سهند سفیده شما چرا چیز شده یکم پونده سهند رو نگو میشه را کارت آبی، کارت آبی اضافه شده. آره یک دقیقه بیرون میمونه، میمونه بیرون از بازی. عجب قانون قشنگه. کاش این قانون زندگی واقعی آدم ها هم اضافه بشه که هر کسی یه غلط اضافه کرد یک بازی سه نفره شدن گل زدن بهش ما بدیم و توی حالت سه نفره دارن میچلونن های سهند. و الان قیافه سهند اون قیافه همیشگی من روی چهارتا گل تاثیر مستقیم داشت. ببین توی این مود خب بعد شما از آقای علیفر کمک بگیری که میگه هیچ وقت خطی بازی نکنیم. اینجا خطی وایسید ویشت ویشت اتوبان میرن گل میزنن میام بکش. اینو برای دانشجوها آقا میلاد داره میگه، کسی که تازه دارن بازه. بله بله دوباره غرور سهند و گرفتش و به خاطر پنج پنجی که الان انجام داده داره میزنه اونو برای داور فرستاد. اونو که دیدیم اون بچه ها مساویشه چی میشه؟ مساویشه تایم تموم شه میره دوباره وقت اضافه و گل طلایی. هر کی گل بزنه شت شت تموم. آها گل طلایی اینجا جاشه اصلا. ببینم میلاد راش فقط همین زمینو داره مثلا تا الان که سالون نداریم تا الان که اینجوری دیگه روز به نظرم خب کار اشتباهی نکردش به نظرت که ولتا رو برداشت. حالا ولتا بود اینم بود چی میشد؟ بازی نمیکرد دیگه. چرا بچه‌ها بازی مدای موداشو دائمی نمیذاش بمونه، هی برمیداش مثلا یه سری موداش بامزه بود بازی میکردین ولی آها نمیدونم چه حرکت و سه ثانیه میگم فوتبال 90 دقیقه است. سه ثانیه بازی دفاع کن دفاع کن دفاع کن دفاع کن دفاع پور
بیدلیل نمیگم، بیدلیل نمیگم، یک بازی تمیز، یک بازی زیبا، یک بازی روان کننده و تمام. هم واسه تیم خودی هم واسه تیم حریف. بازی بوده روان کننده استفاده کرده و مغز و روانش. اسپانسر این برنامه ما میخواستیم غیر مستقیم اشاره بکنیم که اولین اسپانسر به صورت غیر مستقیم باشه روان کننده اکبر آقا مده با تشکیل شده از آلو و یک سری آب طالبی حتی بعدش میاد. لقمه میگیرم میدن. بله بله. اینم که تمام. بله بله. من افتادم. پسر 9 و 8. 9 و 8. تو شدی چی؟ اولین اولین 8 و 2 نشدیم سری ادوانس رو بزنیم. پیوند آپان سیس تاریخ. توسط سهند سعیدی انجام شد. ببینین چند تا مدو اجرا کرد سهند سعیدی دیگه تبدیل هرچی سلبریشن فیفا بود رفت. آره آره تبدیل به ام پی سی شده اینجا الان با یه چک میبرم چایی ها هم زدش عکس گرفت دودست ها رو اشاره من. کردش این موج مکزیکی بوده که داره میده وای 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 و تمام و تمام سهند سعیدی دیوانه شد و از قفس پرید. خب برای وکس اینم یکی از گوشه های FC 25 بر بگیم فیفا 25 دیگه برای ما فیفا آره برای ما همچنان فیفا این لوس بازی ها چی فیفا بهتونه لایسنس نداده FC کرد این قضیه کاری به اینه نداریم اگه اینجاهاشو دوست داشتین این تازه یه بخشی از برنامه FC 25 مون بود که سنجا همونطور که میدونی چون گلا رو زده و بازی رو تو لحظات آخر برده داره انگشتای دستش رو میشکونه دونه دونه واسه همین بعدش چیزی فرق نمیکنه. ولی تو اپیزودهای بعدی از الان امیدشو بهتون میدیم که درفت داریم اولین درفت FC 25 این ترکیب طلایی بله درفت داریم کریر داریم پرو کلاب داریم حالا اون کریر رو با علیرضا باقری میخواییم بدیم یا نه یه کامبک علیرضا باقری 25 همین الان تو کامنت بنویسید اگه تو کامنت بنویسید ما با علیرضا باقری حتما مربی میخوایم علیرضا باقری استفاده کنیم. چه حرفی برای گفتن داری؟ نظر راجع به FC 25 چی بودش تا الان؟ به نظر که ببین چون شروع 24 هم یه ذره بازی کردی یکم در حد آره. کم ولی خب التیمیتین اصلا بازی نکردم نه فقط با AI بازی آره. 24 ولی... بدترین فیفایی بوده که من تا حالا بازی کردم دیگه ایشون وقتی میگن قطعا بعدش 20 ساعت بود قطعا اینجوری بوده ولی چون که دست اول این راش اول چسبید به منم تاپ پلیر شدم با 9.8 فعلا راضیم فعلا حرفی ندارم فعلا نقدی ندارم ولی 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 وای به حال اون روزی که درخت بازی بکنیم اون موقع میام با توپ پر برای ایه. پس ایه ای حواستو جمع کن که ما داریم با توپ پر میام یعنی توپو میام توش گچ میکنیم پر میکنیم اونو به سمت پرت میکنیم همین اول یه سال قرار همین کارو بکنم بله همین اول کارو این بازگشت ما که برای شما اومدیم داغ داغ تندری فیفا رو آوردیم عمو میلاد آوردیم عمو پژمان آوردیم عمو سند آوردیم میکام بگه تمیز زدیم شما هم یه لایک بزنید اگر بار اول اومدین تو کانال نرید یه موقع سابسکرایب بکنید بزنید و حتما بچه‌ها اینو همیشه از قدیم گفتیم کامنت برامون بذارین چون ما دوست داریم نظرات شما رو بخونیم اینجوری ببینیم داستان از چه قراره اونجایی که سهن داره نگاه میکنه دور دست هاست هیچ وقت نگران نباشیم که سهن داره کجا نگاه سهن جا کجا داره نگاه میکنه من باید برم پس برو صداش میکنم حتما یادتون باشه که این کارهایی که گفتیم رو انجام بدین خیلی دوستتون داریم فراموش نکنید یه چی مو چی؟ زنگوله آفرین زنگوله یادتون رفت ببین وقتی از سوار کار نباشی من بعد زنگ میزنم سهم بیاد الو آقا چون